سلام رفقای جان، امیدوارم که اوضاع احوال خوبی داشته باشید. دوستان امروز میخوام بهتون بگم چطوری بتونید تو کمتر از چند دقیقه یه همچین محتوایی رو به صورت 0 تا 100 آماده کنید. یه لحظه این محتوا رو ببینید. با کمتر از چند دقیقه یه همچین محتوایی رو آماده کنید. امروز من بهتون آموزش میدم چطور یه همچین کاری رو با استفاده از کد انجام بدید. یه کد آماده است در اختیارتون قرار میدم و به سادگی میتونید همچین محتواهایی رو بسازید. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، دوستان حتما چنل رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله کنارش هم بزنید. برای آموزش هم شما به نرم افزاری به اسم بلندر احتیاج دارید که کافیه که توی گوگل بلندر رو بنویسید، سایت اول رو باز کنید و گزینه دانلود رو بزنید و نرم افزار رو دانلود کنید. این نرم افزار هم مثل نرم افزار دیگه است، فقط کافیه که گزینه نکس رو بزنید و نرم افزار برای شما نصب میشه. دوستان شما اولین کاری که انجام میدید باید داخل درایو سی یه پوشه به اسم مای تست بسازید با ام بزرگ و تی بزرگ، حساس به حروف بزرگ و کوچک، پس اینا رو باید شما رعایت کنید. یک پوشه اینجا میسازید به اسم پیکچر، یک فونت داریم که اینم براتون داخل کپشن قرار میدم و یه دیتابیسی که با استفاده از اکسل ساخته شده و اینجا دارید میبینید 5 تا ستون داره که ستون اول ما کار نداریم. ستون دومی که نوشته کمپانی نیم، اسمیه که روی ستونا قرار میگیره، بهتون نشون میدم. مارکت کپ اندازه ستون، دیسپلی دیتا بازم داخل ستون نمایش داده میشه. مثلا من اینجا گفتم این بازیکن 418 تا گل زده نشون داده میشه و اینم ارتفاع اون ستون هستش 476. بعدش اومدم دیسپلی پیکچر رو دادم، یک عکسی که داخل پوشه پیکچری بود که بهتون گفتم گذاشتم به اسمش با پسوند PNG. اومدم آدرسش رو اینجا قرار دادم، 32 نقطه مای تست پیکچر و اسمی که دارید میبینید با پسوند فایل. این از این دوستان، من اینو میبندم و اینو سیو نمی کنم. پس این از قسمت اول دوستان. اینم از محیط بلندری که شما اینجا نصب کردید. من برای بار اولی که نصب میکنید دقیقا به همین صورت بالا میاد. گزینه جنرال رو بزنید با یه همچین محیطی شما روبرو میشید. دکمه وسط موس اگه نگه دارید میتونید صفحتون رو به صورت کامل بچرخونید. دوستان من اینجا قرار نیست بهتون کامل آموزش بدم، یه مقدماتی ازش بهتون میگم و دیگه بقیهش به عهده خودتونه، برید تحقیق کنید ببینید که به چه صورتی میتونید با ابزارها به صورت کامل کار کنید. اما من اینجا بهتون میگم چطوری میتونید با استفاده از کد یک محتوای کامل از 0 تا 100 رو بسازید. دوستان محیط سه بعدی بلندر رو میبینید که به این صورت شما اگه دکمه وسط موس رو فشار بدید میتونید بچرخید. اگه دکمه وسط موس رو با شیفت نگه دارید میتونید توی یک محور، مثلا محور X یا Y، دقیقا دوربینتون رو حرکت بدید. با استفاده از این گزینه کنار میتونید اینو موف کنید، جابجا کنید. توی هر محوری که خواستید میتونید اینو جابجا کنید. هر شیئی هم که شما داخل این محیط بلندر انتخاب میکنید دوستان از قسمت سمت راست یه سری ابزار در اختیارتون قرار میده. مثلا اینجا شما میتونید لوکیشن رو دقیقا اینجا هم تغییر بدید، میتونید روتیت کنید همونطور که دارید میبینید، میتونید اسکیل کنید، اندازه رو تغییر بدید به هر چیزی که خواستید. و اینجا مثلا گزینه زیادی داره، مثلا یه گزینه‌ای که اینجا هست مثلا متریال، شما اینجا میتونید رنگ اینو تغییر بدید. البته اگه من الان این رنگ رو تغییر بدم خب شما چیزی نمیبینید. ببینید اینجا مثلا من اگه اینو آبی کنم باید حتما این گزینه بالا رو بزنم که رنگی که برای من تغییر کردم ببینم. دوستان این از این دوستان. از قسمت آبجکت ها، از قسمت اد میتونید ابزارهای دیگه استفاده کنید. مثلا پلین رو اضافه کنید همونطور که دارید میبینید، میتونید مثلا سیلند رو اضافه کنید همونطور که دارید میبینید و ابزارهای دیگه‌ای که اینجا در اختیارتون قرار میده. دوستان گفتم بهتون من اینجا قرار نیست ویدیومو طولانی کنم، قرار نیست بیام 0 تا 100 بهتون آموزش بدم، ولی من یه تکنیک ترفند بهتون میگم که اصلا همه اینا رو یاد بگیری با اون کده. اینجا ببینید دوستان اگه اینو بالا بکشید یه چیزی داریم ما به اسم
کی فریم که توی نرم افزار سه‌بعدی معمولا استفاده میشه. اینجا گفته استارت ما از 1 تا 250، پس از 1 تا 250 که هر 24 فریم برای ما میشه 1 ثانیه. دیگه باید اینو تقسیم برای 24 کنی ببینی ویدیو مثلا چند ثانیه ای میشه. پس این هم از این قسمت دوستان. یه چیز دیگه ای هم که اینجا داریم، ببینید اینجا ما قسمت اوتپوت داریم دوستان. شما باید اینجا فریم روی 24 بذارید برای اینکه خروجیتون بر کدوم 24 24 فریم 1 ثانیه باشه. اینجا میتونید رزولوشن رو تغییر بدید، 1920 در 1080 مثلا میتونید کنید، پایین تر بیارید، میتونید بالاتر ببرید، بستگی به خودتون داره. فقط از قسمت فایل فرمت اینجا دوستان اینو شما باید میتونید PNG بذارید، یعنی هر 24 عکسی که بهتون میده رو، اگه سیستمتون ضعیفه میتونید این کار رو انجام بدید، PNG بذارید، هر 24 عکسی که بهتون میده رو بکنید 1 ثانیه توی نرم افزارهای ادیت ویدیو. اگر نه خب همینجا مستقیم اینو روی این گزینه ویدیو بذار و اینجا شما از قسمت اینکودینگ اینو روی MPEG 4 بذار و تموم. الان شما اگه از قسمت رندر انیمیشن رو بزنید از فایلتون خروجی میگیره. این بود از یه مقدمات خیلی سرسری و جزئی برای اینکه حداقل کار با محیط رو بدونید. اگه میخواید بیشتر یاد بگیرید، چیزی که زیاد آموزش بلندر تو سطح اینترنت هستش و نرم افزار فوق العاده کاربردی هم هستش، پس به نظر من ازش استفاده کنید. و من نیو رو میزنم، جنرال رو میزنم و اینو از اول باز میکنم پروژمو. اینو هم انتخاب میکنم دوستان، گزینه دیلیت رو میزنم که پاک بشه. از این قسمت بالا که دارید میبینید شما میتونید چیکار کنید؟ اسکریپتینگ رو انتخاب کنید. حالا هم اگه اونجا نبود شما میتونید از قسمت آبجکت مودی که هست اینجا، از این قسمت میتونید تکست ادیتور رو انتخاب کنید، فرقی نداره. اینجا گزینه نیو رو میزنید، کدی که بهتون میدم و اینجا کپی میکنید، ببینید کنترل آ کنترل سی، و من این کد رو اینجا دقیقا پیست میکنم. ببینید این کدی هستش که در اختیار ما قرار میده. حتما نیازی است که ما یاد بگیریم این کد چی هستش، ولی خب کسایی که برنامه نویسی بلد باشن میتونن یه سری تغییرات روی این کدا هم بدن. پس من اینجا اومدم، ببینید توضیحات انگلیسیش هم جلوش هست که هر کدوم چه کاری انجام میده، تغییر بدید چه کاری میکنه. فقط کافیه که این توضیحات انگلیسی رو بخونید و تغییراتی که میخواید رو روش اعمال کنید. اینجا من اگه گزینه ران رو بزنم، ران اسکریپت رو بزنم، این اسکریپت یا کد من اجرا میشه و وقتی اجرا بشه طبق اون فایلی که بود اینجا من بهتون دادم دیتابیس. ببینید من اینجا دیتابیس هم یه دیتابیس طولانی هستش، 50 تا هستش. شما میتونید اینو بکنید 100 تا، میکنید 10 تا، هر تعدادی که خودتون دوست دارید. بذار من اینو اجرا کنم. اینو من اجرا میکنم و اینجا رو اگه شما ببینید برای من، همونطور که میبینید، ببینید بدون خطا هم کد من داره اجرا میشه. من اگه اینجا برگردم قسمت لای اوت، ببینید دوستان، خب اینو هم همونطور که بهتون گفتم روی مودی میذاریم که مشخص باشه و اینجا من کافیه که اینجا گزینه پخش رو بزنم. اگه میبینید یه مقداری تو سیستم من دیلی داره، خب به دلیل اینکه من دارم از یه لپتاپی استفاده میکنم که زیاد قوی نیستش. ببینید به این صورت و اینا انقدر طول نمیکشه دوستان، توی نمایش داره بهتون انقدر نشون میده. خب من اینو برمیگردونم اول. اینجا میتونید گزینه دوربین رو بزنید، از دید دوربین دقیقا خروجیتون از دید این دوربین مشخص میشه. من اگه اینجا گزینه پلی رو بزنم، ببینید به این صورت دقیقا اینا توی کاد قرار میگیره و به این صورت بدون اینکه شما حتی بدونید اینا چی هستن، افکت های زیبایی هم بهشون داده. ما اینجا باید نور پردازی انجام بدیم، باید به سطحمون و پشتمونم یه سری تکسچرها بدیم که بتونیم محتوای پروژه رو خیلی جذابتر کنیم. ولی ببینید به این سادگی شما میتونید، من 50 تا که شده 3524 تا فریم، اگه اینو تقسیم بره 24 کنی فکر کنم یه 3 دقیقه خورده ای هم بشه فیلمه. اینجا ببینید دقیقا اگه من اینو ببرم روی مثلا فریم
3500 تمام اینا برای من نشون داده میشه. ببینید من اگه شیفت نگه دارم اینجا برم، میبینید که تمام اینها برای من اینجا قرار گرفت. اگه میبینید صحنه‌تون هم نور نداره، بذار اینم بهتون بگم دیگه، حالا گفتم بهتون خودتون برید یه آموزش ببینید در موردش. ولی مثلا ببینم اینجا مثلا تاریک پروژم یه مقداری دیگه، من اگه برم داخل دوربین ببینید یه مقداری اسم میکنم این تاریکه، از دوربین که خارجم اینجا گزینه اد لایتو، ببینید 4 نوع نور ما میتونیم اضافه کنیم. مثلا من اگه سانو اضافه کنم ببینید دوستان اینجا ببینید که خیلی روشن‌تر شد. اینجا میتونید قدرت اون سان هم تغییر بدید، قدرت نور خورشید رو تغییر بدید. مثلا اینو اگه روی 10 بذارم خیلی محیط روشن میشه. ببینید به حدی که حتی توی ذوق پروژه میزنه. اگه اینو مثلا من روی 5 بذارم ببینید که تاریک‌تر میشه یه مقداری، و اگه روی 3 بذارم بازم یه مقداری نوره کمتر میشه. بعدش هم شما میتونید اون نوره رو تغییر بدید دیگه، جاشو تغییر بدید هر جایی که میخواید بذاریدش. خب من اگه اینو برگردونم اینجا ببینید اینجا نور من قرار گرفته. من اگه موو بزنم میتونم اینو بیارم بالا، میتونم اینو پشت ببرم همونطور که دارید میبینید. اینجا از قسمت مثلا روتیت ها میتونم اینو نور خورشید رو تغییر بدم دیگه، سمتش رو تغییر بدم، مثلا سایه رو بندازم پشت سایه ستون رو همونطور که اینجا دارید میبینید. یه مقداری باز اگه بیشتر من اینو به چرخونم میبینید که میتونید به این صورت سایه زیبایی هم حتی به پروژه هاتون بدید. من مثلا اگه اینو بیارم روی مثلا 60 فریم 60 میبینید که سایه هم داره بهتون نشون میده داخل این فریم. تنظیمات خروجی هم که بهتون گفتم روی چه مقداری قرار بدید. پروژه شما الان تکمیل شده است، فقط مثلا یه متریال میخواد به کف بدید، به پشت بدید، خب اینا رو بهتون گفتم دیگه، راحت میتونید انجام بدید. از قسمت رندر، اینجا رندر انیمیشن رو که بزنید بسته به سیستم شما شروع میکنه به خروجی گرفتن. مثلا برای یه پروژه 3 دقیقه‌ای شاید با این سیستم من مثلا 3 ساعت طول بکشه خروجی بگیره. بسته به قدرت سیستم شما این خروجی گرفتنم تایمش متفاوته. مثلا شما یه پروژه 5 دقیقه انجام میدی، احتمال داره رندرشو از شب بذاری تا صبح طول بکشه، مثلا 5 ساعت 6 ساعت طول بکشه. احتمال داره سیستمتون قوی تر باشه، خب به مراتب زودتر خروجی میگیره و این بستگی به شما داره. همینطور که دارید میبینید حتی بهتونم میگه مثلا الان خروجی کار کجاست. ببینید الان خروجی کارو اینجا بهتون نمایش داره میده. مثلا من اگه اینو بذارم بالا بیاد، تا موقعی که بالا اومده حتی مثلا اینو بهتون نشون بدم دیگه، بذار اولی بالا بیاد تکمیل بشه بعد بریم خروجیه رو بهتون نشون بدم دیگه. ببینید اونجا که مثلا خروجیه رو ببینید چه خروجی به ما داده. این دیگه داره تکمیل میشه، عکس هم اگه بالا بیاره تمومه دیگه. بهتون گفتم یه مقداری من خودم سیستمم ضعیفه، برای کار با بلندر از یه سیستم دیگه من استفاده میکنم. خب اینو اگه ببندم خروجی دیگه برای من تموم شده. اینجا هم دوستان یه چیزی که بهتون نگفتم، فایل اوتپوت هستش دیگه. اینجا شما باید اوتپوت رو انتخاب میکردید. ببینید من اینجا روی PNG بوده خروجیم، خاطر همین بود یه مقداری داشت زودتر انجام میده دیگه. من اینو مثلا اگه بذارم روی دسکتاپ اکسپت رو بزنم و اینجا اینو روی PNG بردارم، اینو بذارم روی ویدیو و از قسمت اینکودینگ اینو هم روی MPEG 4 قرار بدم، الان اگه برم از قسمت رندر انیمیشن و خروجی بگیرم، الان روی دسکتاپ من یک ویدیو به اسمی که خودمون دادیم ایجاد میشه. ببینید الان بذار یه مقداری رندر بگیره که خروجی کارو ببینید. اونجا من بهتون گفتم دیگه، نشون داده بود که شما به صورت عکس بود، من میتونستم اون عکس ها رو ببرم داخل یه نرم افزاری و ببینید همین کافیه دیگه، من نمیخوام خروجی کامل رو بهتون نشون بدم. اینو اگه ببندید از روی گزینه دسکتاپ اگه برید اینجا میبینید خروجی کارتون رو ببینید در حد خیلی کم، چون من نذاشتم رندرم تکمیل بشه دیگه. ببینید به این صورت ویدیو رو تبدیل برای شما تبدیل به ویدیو میکنه دوستان. این بوده از این آموزش دوستان، همونطور که دارید میبینید تکمیل شده و اینکه به راحتی شما میتونید با یک ساعت وقت گذاشتن برای اینکه زیر روی نرم افزار رو یاد بگیرید، مقدماتش رو یاد بگیرید، دقیقا با همین
کدی که من داخل کپشن براتون آدرسش رو قرار میدم میتونید یک پروژه رو تکمیل کنید. راستی دوستان من میتونم بهتون یاد بدم چطوری همین سبک محتوا رو با موبایلم بسازید. اگه خواستید توی کامنت ها بهم بگید که یه ویدیو هم در مورد اینکه چطور دقیقاً یک همچین محتواهای مقایسه 3D رو با موبایل بسازید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. حتما چنل رو سابسکرایب کن، دکمه زنگوله کنارش هم بزن، یه لایک هم روی این ویدیو قرار بده، اگه کامنت هم بذارید که کل خستگی ما از بین میره. دم شما گرم، روز یا شب خوبی داشته باشید.